فرمایید. تشکر زبر جان گل، مام سلام خود تقدیم میکنم. اول ما بسیار خوشحال هستیم بعد از مدت خودت دیدم و در جیم نامدم امرای دوستا. فقط یک چیز میخوایم برای همه دوستا بگویم که بهترین قهرمان اون کسی که اخلاق و ادب داشته باشد. بشکر الحمدلله خود زبر جان از جمله کسایی هستید خاک و پای شما قهرمان اخلاق و ادب هستی. زنده باشی استاد ما. قهرمانی و ورزش هر کس میتونه بیاره، مگر خوشا به اون کسایی که اخلاق و ادب داره. زنده باشی پاس استادا و بزرگای خدا میدانه، اینمی برای ما بهترین افتخار است. شما افتخار افغانستان هستین استاد محترم. من به خاطر این مدرجیم تان آمدم امروز و روز رخصتیش نتنستم یک تروفی، یک کپ، یک چیز، یک تروفی برای کلپتون بیارم. یه صرف یک شورتی بوکسینگ است، این برای خودت رایس تروفه میتونم. تشکر استاد قند، اینه میره اگر یک دقیقه بگیرین که مخیر اینه میره. بسیار تشکر استاد محترم، زنده باشین. تشکر استاد محترم. نیه استاد بچه شکره یک توفیه بسیار نازنین است که این میلیون ها دلار هم ارزش زیادتر است، چون دوستای عزیز طوری که بیشتر من برای شما عرض کردم، من سن 13 یا 14 ساله بودم که پیش استاد بایساب موسیقی گر ماندیم که دیگه موسیقی نیست، ولی بهش استاد شاگرد چیشتیم. از خیرات استاد که نه تنها ما را در کلاب تریم تربیه، واقعا که او کلاب که ما بوکسینگ یاد گرفتیم به نام تعلیم تربیه بود، نه تنها که برای سپورت بود، حتی راستی که تعلیم تربیه بود که ما را اخلاق سپورتی را یگانه نصیحت استاد از امون خوردرکی که من را حتی گریه میگیرم، خودم فعلا اولاددار هستم، سن ما زیاد شده، ما یگانه نصیحت استاد یاد ما میگفت بچیم وقتی که شما در کلاب میین، در کلاب بوکسینگ میین، اول باید اخلاقتان از همه چیز که در یاد بگیرید. میگفت شاگرده که به شما اخلاق نداشته باشه اصلا در دروازه کلاب باید داخل نشه. و اونمو نصیحتش تا فعلا در فکر ما است، در کلیم است. و یک نصیحت دیگه هم شکل میگد، میگفت بچیم وقتی که بوکسینگ یاد میگیرین، بوکسینگ تنها وقتی که دسکش میکشین برای مسابقه استفاده کنین. وقتی که یعنی شما باور کنین که بعد از این استاد ما را قسم داده و بعد از این استاد ما را همون گفته کانادایا پرامس کردیم امرایش، والا بسیاری جایا ما لط خوردیم اما بوکس نکردیم، بخاطر استاد میگفت که بوکس باید برای از این شما استفاده نکنین که یک آدم ناتوانه، یک آدم مظلومه، ولی اگر از جان یک کس دفاع میکنین یا از یک سیاسر از عزتش، بوکستان استفاده کنیم در قسمت خوبی اگر استفاده میکنین. ولی همیشه نصیحتشی بوده که بچیم در جنگ، در اخناق، در آدم مظلوم موش کنین، دست بالا نکنین. و اخلاق همیشه چون امیال استاد یاد کردن و یعنی توفیه همیشه ما را در وقت توفیه میدادن، چون در افغانستان ما نمیتونستیم که باور کنین یک بنداش بنداش بکشیم. ما پیام ما برای جوانایی ایست، برای خصوصا جوانایی که نام خدا فعلا در تمام دنیا زندگی میکنن، در امریکا، در کانادا، ما که از کلاب بوکسینگ میبرآمدیم اگر پیسه میداشتیم در جوی شیر یک گلاس شیر میخوردیم 5 افغانی، اگر نمیداشتیم ما فقط چای شیرین میخوردیم. والا برای بسیاری شاگردان من بیاد دارم استاد در موقع بنداش های میخرید که برای بوکسینگ دسکش های فری کوشش میکرد که از معرف میگیره برای ما. دیگر خاطرات بسیار خوش داریم و من بسیار خوش استم که شکر در کانادا استاد با خود داریم. دستایتان شخص نشه استاد جان. همچنان شما استاد وحید کدام پیام برای جوان ها، برای بوکسر ها، برای اما مردم افغانستان داشته باشین؟ اما طرف تو تشکری بگیرم که چون سایر مایاس وقتی برای خواهش میکنم جوان ها که بیان امجا چی افغان چی خارجی بیان خواهش میکنم. تشکر میکنم از دوادت. امروز بسیار خوش شدیم که باجیت مصطفی و استاد محترم عبدالله جان آمدیم. دیگر بیاد پیام نمیست اگر هر وطن دوره و افغانای ما این امینجا یک زمینی خوبیت برشون بخاطر زیای وقت
شما بیانم که وردش و همچون خود کار ترینر وارد برجسته میاد بیانم که تبینات خواهد بیبرم.